بینندگان عزیز، با سلام به شما. طبق معمول هر هفته، امروز با کانون آوا هستیم. اول اجازه بدید من از این دوستان عذرخواهی کنم به خاطر یک سوء تفاهمی که پیش آمده بود، چون قرار است برنامه های جدید رو دوشنبه ها شروع کنیم، تقصیر من شد و این دوستان کمی معطل شدن. از این بابت ازشون عذر میخوام و ممنونم که وایستادن تا این برنامه اجرا بشه. امروز با آقای سید امیر موثقی هستیم، فعال حقوق بشر از کانون آوا از آلمان. قبلا هم مهمان ما بودن، به اضافه در برنامه ها هم در برنامه زنده کمک ما کردن، مثل تهیه کننده اون بغل وایستادن. هر وقت سوالی بوده، پرسشی بوده، ایشون پاسخگو بودن. ممنون و متشکرم، بهشون خوش آمد میگم. و امروز میخوان درباره چندین موضوع صحبت کنن. اولینش هست تأسیس ارتش آزادی بخش سازمان مجاهدین، که جدیدن باید بهش بگیم فرقه رجوی. در این مورد صحبت کنن و ادامه میدیم. اون فلایر روی کانون آوا همیشه قرار میدن یکی دو روز قبل از برنامه و میتونید شما این دوستان رو ببینید که چه کسی درباره چه موضوعی میخواد صحبت کنه. خیلی خوش آمدید آقای موثقی، بفرمایید، با شما هستیم. این ماجرای تأسیس ارتش آزادی بخش چگونه بود و چگونه آغاز شد؟ با سلام خدمت شما آقای سردی و بینندگان محترم برنامه امروز مردم تیوی، با تشکر از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید و با تشکر از بینندگان محترم. همونجور که خودتونم اشاره کردی، ارتش آزادی بخش ملی در عراق چطوری شکل گرفت؟ به عبارتی میگن ارتش خصوصی صدام که مال فرقه تروریستی رجوی میباشه، به سرکردگی مسعود و مریم رجوی. ببینید، ارتش آزادی بخش زمانی که فرقه تروریستی رجوی در داخل ایران شکست خورد و قیام مسلحانه رو اعلام کرد، در 30 خرداد که نیروهاشو از داخل کشور به مرزهای خارج کشور کشون، اینجا دستهای تشکیل دادن. این دستها دستهای پارتیزانی بودن و یه رادیو صدای مجاهدی بود که این تو مناطق کردی ایران این رادیو صدای مجاهد پخش میشد. با توجه به شکلگیری جنگ ایران و عراق که فرسایشی شد این جنگ، و همونطوری که میدونید مسعود رجوی هم در همون زمان خواستن از فرانسه اخراجش کنن، مسعود رجوی اومد روباه صفتانه با نایب نخست وزیر عراق ملاقاتی رو انجام داد و در این ملاقات بیانیه صلحی رو از جانب خودش و به اصطلاح ملت ایران در فرانسه با نایب نخست وزیر عراق آقای طارقزی امضا کرد و خودشونو از فرانسه کشوندن به عراق. در همین جا اومدن نیروهایی که به شکل پارتیزانی در مرزهای ایران و عراق به اصطلاح به نیروهای سپاه، بسیج، ارتش ضربه میزدن، اینا رو هم جمع‌آوری کردن، همه رو آوردن تو خاک عراق، در مناطق کردی عراق، در کرکوک، سلیمانیه و در شهر بقوبه خالص قرارگاه بزرگی رو تأسیس کردن به اسم قرارگاه اشرف. آقای موثقی، اجازه بدید فقط یه یادآوری کنم. این همون زمانیه که افرادی مثل آقای بنی‌صدر، حتی شنیدم آقای متین دفتری گفتن اگه این کارو بکنید به اصطلاح قبر خودتون رو میکنید، یا یه چیز اینجوری گفتن. به همونجا اونا جدا شدن، نه؟ در اون تاریخ تا جایی که من میدونم، یعنی به سن من در واقع قد میده، میدونم آقای بنی صدر از شورای ملی مقاومت جدا شدن. آها، بله، آقای بنی صدر از شورای ملی مقاومت جدا شد، بیانیه صلح رو امضا نکرد، یعنی زیرش رو امضا نکرد، پای امضا نیومد با مسعود رجوی و همونجا این به اصطلاح یه نقطه شکستی بود برای سازمان. البته من در اون زمان چون خودم سن زیادی نداشتم و در داخل کشور بودم و
داشتم در واقع استارت میزدم برای پیوستن به ارتش آزادی بخش در سال 1366. ارتش آزادی بخش در خرداد 1366 تشکیل میشه در خاک عراق. از خرداد 1366 نیروها سازماندهی میشن برای عملیات‌های بزرگ گسترده با یونیفرم نظامی مشخص و با جنگ افزارهایی که از دولت عراق گرفته بودن و با آرمی که به ایز زده بودن، با آرم ارتش آزادی بخش ملی ایران و یونیفرمایی هم که تنشون میکردن همه یونیفرما آستین سفید داشت. یعنی ما تو جنگ که میرفتیم آستین سفید داشتیم به خاطر اینکه با نیروهای عراقی و نیروهای ایرانی تشخیص داده بشیم که ما نیروهای مجاهدین هستیم. ببینید در اون زمان ارتش آزادی بخش که شکل گرفت اومدن چیکار کردن؟ چندین رشته عملیات انجام دادن که این نیروهای زبدهشون رو فرستادن در داخل ایران، در داخل مرز ایران، در داخل خطای مقدم جبهه. در اون زمان شناسایی های صورت دادن با کمک نیروهای عراقی و اومدن در داخل خاک عراق با نیروهای عراقی یه تجدید سازماندهی کردن، برنامه ریزی کردن، عملیات ها رو برنامه ریزی کردن و با کمک نیروهای عراقی که در واقع ارتش آزادی بخش تحت امر حزب بعث عراق بود، با نیروهای عراقی اینا اومدن چیکار کردن؟ عملیات بزرگی رو به نام اولین عملیات که اجرا کردن عملیات آفتاب بود در منطقه فکه که لشکر 77 خراسان و در واقع به گفته خود سازمان مجاهدین فرقه تروریستی رجوی لشکر 77 خراسان رو در منطقه فکه تارومار کردن و حدود 500 تا اسیر گرفتن و این اسیرها رو آوردن تو خاک عراق. سازمان مجاهدین از قبل برنامه‌ریزی کرده بود، مناطقی رو در داخل عراق مشخص کرده بود برای اینکه این اسیرها که میان اونجا ازشون نگهداری بشه، حفاظت بشه و روی مغز اینا کار بشه و اینا رو یواش یواش به ارتش آزادی بخش بپیوندن. که این کار مغزشویی توسط افرادی مثل مهدی ابریشمچی، مثل مجید عالمیان، مثل سید المحدثین با نام مستعار بهنام یا حسین ابریشمچی که کشته شد، برادران به اصطلاح مسئول رده بالای تشکیلات سازمان مجاهدین مسئولیت داشتن که این افراد، چون اینا تیپای عادی جامعه بودن، سپاهی بود توش، بسیجی بود، ارتشی بود، مردم عادی بودن، نه همه رو جمع کردن آورده بودن که اینا به اصطلاح نیروهای ارتش آزادی بخش رو یواش یواش با اینا شکل بدن، ارتش آزادی بخش رو با اینا توسعه بدن. در اون عملیات به اصطلاح چند تا تانک M47 گرفتن و چند تا ادوات زرهی و توپخانه و اینا گرفتن، جمع آوری کردن با کمک نیروهای عراقی، آوردن تو خاک عراق که این عکساش هست، شما میتونید نشون بدید، عکس شماره 3 هستش، قنایم هستش و عکس اسرا هستش، میتونید نشون بدید اینا رو. حالا به عکسای دیگه میرسیم، بعدا شما میتونید عکسا رو یکی یکی نشون بدید. ببینید ارتش آزادی بخش اینجا یه عملیات بزرگ رو انجام داد که به اصطلاح خودش نشون بده به دولت ایران که من در خاک عراق دارم برای سرنگونی تو برنامه ریزی میکنم. ببخشید شماره عکسی که گفتین 3 هست یا عکس شماره 4 رو نشون بدید شما، عکس قنایم 4 و 5، عکس قنایم و تانک هستش. اینا چیزایی که گرفتن گذاشتن یه جایی. بله، اینا رو آوردن تو پشت مر سازماندهی کردن و خبرنگارا رو دعوت کردن که خبرنگارا اینا رو دیدن و فیلم برداری کردن و اون زمان تو همه جای دنیا پخش کردن. بذارید من از شما یه سوالی کنم. تو ارتش وقتی که پوتین یا کلاخود یه نفر رو میذارن، یعنی اون طرف کشته شده، اینها منظورشون چیه از این اسلحه ها که گذاشتن؟ ولی این ور ما میبینیم که کلاهای به اصطلاح ارتشی رو هم گذاشتن، یعنی اینا رو اسیر گرفتن یا اینا رو کشتن؟ اینا رو یه تعدادی رو به اسارت گرفتن، یه تعدادی نیروها کشته شدن و اونجا دستور این بود که از کوچکترین چیزی که باقی مونده نگذرید، اینا رو جمع کنید بیارید به پشت خط جبهه منتقل کنید که اینا رو بعدن همه رو نیاز داریم. حالا اون موقع نیاز داشتنش این بود که اینا رو
قشنگ بچینن و عکس برداری کنن و فیلم برداری کنن پخش کنن که بگن مثلا غنائم گرفتیم و نمیدونم این تعداد آدم رو اسیر گرفتیم و که حالا میپردازم من به اینا. فقط الان در حاشیه اینو بگم که سازمان مجاهدین در عملیات آفتاب به کمک نیروهای عراقی نزدیک 500 نفر رو اسیر گرفت آورد عقب، یه تعداد زیادی هم کشته شدن که بعدن جنازه های اونا هم نشون داد که به کمک عراقی ها همونجا تو منطقه فکه به خاک سپرده شده بودن. الان یه سری عکس هم هست که اسرا رو نشون میده توشون سرهنگ و سرگرد و هم هست. این اسرایی که الان اینجا نشون میده مال عملیات آفتاب نیستن. الان من خدمتتون عرض می‌کنم. پس هر وقت شما گفتید من نشون میدم. بعد از عملیات آفتاب سازمان مجاهدین از فروردین تا خرداد ما، یعنی درست تو همین حوالی که الان هستیم، سازمان همیشه تمام بوغش و شیپورش و چیز تبلیغاتی، دستگاه تبلیغاتیش رو آماده میکنه که تو ماه خرداد که در واقع اعلام مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی هستش رو چیکار کنه؟ اینا رو به کار بگیریم. من خودم آذر 66 از ایران اعدام شدم پاکستان، مدت 3 ماه اونجا بودم، برای فروردین اعدام شدم منطقه عملیاتی از پاکستان که در واقع عراق بودش. وقتی میگید اعدام شدم یعنی اونجا سازمان مجاهدین به اصطلاح مدیریت میکرد، شما رو جذب میکرد، بعد اعزام میکرد به پاکستان و اینجا منتقل میکرد به اونجا؟ بله. ببینید سازمان مجاهدین نیروها رو از داخل کشور با قاچاقچیایی که داشت می آورد تو مناطق مرزی مثل قلب کشور کرمانشاه، می آورد سمت ترکیه، می آورد سمت پاکستان. این نیروها رو بعد اونجا سازماندهی میکرد، یه مقدار روشون کار میکرد، اینا رو با پاسپورت های جعلی که درست میکردن میفرستادن عراق، بغداد. این نیروها که میرسیدن تو بغداد بلا فاصله پاسپورت ازشون گرفته میشد، سوار ماشین های مجاهدین میشدن، میرفتن قرارگاه سازمان مجاهدین، یه حالا اگه فرصت بود مستقیم میرفتن توی قرارگاه توی پادگان ها، اگه فرصت نبود یه چند روز تو بغداد بودن واسه کارهای اولیه، بعد از اونجا اعزام می شدن به قرارگاه همین ارتش آزادی بخش به اصطلاح. بعد سازمان مجاهدین اومد فروردین ماه عملیات آفتاب انجام داد، بعد ما اومدیم یه گروه تعداد بسیار زیادی بودیم از جای مختلف اومدیم، از فروردین اردیبهشت و خرداد فاصله بود که این سازمان مجاهدین برای 30 خرداد 1367 عملیات بزرگی رو به نام عملیات چرچراغ انجام بده. تو این عملیات زنارم تو خط مقدم به کار گرفت و پشت جبه. تو عملیات آفتاب خانم ها رو به کار نگرفت، خانم ها تو پشت جبه بودن. بعد از عملیات آفتاب برای عملیات چرچراغ خانم ها رو آوردن تو خط مقدم، بعد از اونجا وارد مناطق جنگی کردن. البته بعد از اینی که کل منطقه به تصرف در اومد و دسته های اون موقع میگفتن دسته ها و یگان های خواهرا، دسته های یگان های برادرها، برادرها پیشروی کرده بودن جلو، منطقه رو گرفته بودن با کمک نیروهای عراقی، با آتشباری و با هواپیماهایی که عراق در اختیار سازمان گذاشته بود، منطقه مهران رو به تصرف خودشون درآورده بودن. در اون منطقه هم باز سازمان مجاهدین تعداد زیادی اسیر گرفت که همون عکس شماره 1 اگه شما نشون بدید، عکسی که سرهنگا نشستن درجه دارای ارتش و تعداد زیادی از اسرا پشت سرشون هستن، اینا مربوط میشه به عملیات چلچرا که اینا رو آوردن تو خاک عراق و این نیروها رو به اصطلاح در حضور خبرنگارا و فیلمبردارایی که از قبل آورده بودن و نشوندن و اینا از اینا عکس و چیز تهیه کردن. بسید. این محل بزرگی که اینجا اینا رو نشوندن این چیه؟ کجاست؟ اینجا یک منطقه مال عراقی ها بود، پادگان بزرگی بود مال عراقی ها، فیلقی بودش در منطقه کوت عراق که از کوت تا شهر مهران حدوداً با ماشین اگه همینطوری مستقیم بخوای بری 4 الی 5 ساعت راه، خیلی راه نزدیکیه، میرسی به ارتفاعات مهران و دشت مهران.
که سازمان تو اونجا عملیات چلچراغ رو انجام داد. تو این عملیات ما تقریبا 50 تا تانک چیپتن آوردیم، بعد نفر برای زرهی آوردیم، اسکورپیان آوردیم، توپخانه آوردیم، جیپای مینی کاتیوشا و توپای 106 آوردیم، انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین رو به غنیمت گرفتیم. آه وقتی میگید آوردید یعنی شما داشتید یا غنیمت گرفتید؟ نه اینا رو عمل غنیمت گرفتیم. آخه این خیلیه، چون ارتش ایران غنیمت گرفتیم آوردیم به خاک عراق. خیلی بوده، چون ارتش ایران مخصوصا بعد از انقلاب یه اون ماجرای درگیری ها در کردستان و اینها خیلی نیروهاش ضعیف شده بود، یه عده اصلا استعفا داده بودن رفته بودن. اون از همون زمان دولت موقت اشتباه کردن، گفتن هر کی میخواد استعفا بده بره، و خیلی ها استعفا داده بودن رفته بودن. این تعدادی که شما شمردین یعنی یه ضربه خیلی بزرگی بوده اون موقع واقعا به ارتش ایران. بله خب ببینید، به قول تحلیلایی که اون زمان فرقه تروریستی رجوی میکرد، جنگ ایران و عراق که فرسایشی شده بود، نیروهای دو طرف خیلی خسته شده بودن از ادامه جنگ. به خاطر همین اگر به سمت عراق عملیات میشد، تعداد زیادی اگه شما خاطرتون باشه اسیرای عراقی میرفت سمت ایران، یعنی سلاح رو میذاشتن از دخیل میگفتن میرفتن سمت ایران. و ایزن از طرف عراق زمانی که عملیات می شد می رفتن سمت نیروهای ایرانی، نیروهای ایرانی خودشونو اسیر می کردن به نیروهای عراقی. حالا سازمان مجاهدین اومد این وسط به دولت عراق و به دولت ایران نشون بده که این جنگ دیگه جنگ فرسایشی شده، هر دو طرف نیروهاشون خسته شدن جنگیدن. و به قول خود رجوی در اون زمان، ماشین جنگی رژیم خمینی و صدام به گل نشسته. البته نمیگفت دولت صدام، فقط میگفت که رژیم جمهوری اسلامی و حکومت خمینی، میگفت ماشین جنگیش دیگه به گل نشسته، توان جنگ با دولت عراق رو نداره، چون خودش تو خاک عراق بود، مجبور بود این حرف رو بزنه به پشتوانه دولت عراق. ببینید در عملیات آفتاب سازمان مجاهدین در شهر مهران بزرگترین مانور سیاسی و نظامی خودش انجام داد، زنان رو وارد کرد، شعار امروز مهران فردا تهران رو دادن در اون عملیات در دشت مهران، من خودم تو اون عملیات بودم. تعداد زیادی اسیر رو آوردیم پشت صحنه که این اسیرها رو تحویل یگانهای خانوم ها میدادن، زنا میدادن، که این خانوم ها چپ و راست جلو عقب اینا با کلاشینکوف و تیربار بیکیسی و اینا می ایستادن و خبرنگارای خودشون و خبرنگارای خارجی از اینا فیلم تهیه میکردن که مثلا اینها به اسارت این خانوم ها در اومدن، یعنی زنان در اون زمان این قوت رو داشتن که برن در صحنه بجنگن و اینا رو اسیر بگیرن بیارن عقب، در صورتی که اینطوری نبود اصلا. آها یه نمایشی بوده، اونا هم دلخوش. بله شما اگر عکس شماره 6 رو نشون بدید، یه عکسی هستش که یه خانومی با آستین سفید کنار اسیرا وایساده، دست اسیرا رو سرشونه. اینا اسیرا رو می آوردن تو قسمت ام تحویل اینا میدادن و چپ و راست اینا رو میگرفتن و این خانوما به اصطلاح، من خودم واقعا اونجا شاهد این صحنه بودم که ما اسیرا رو آوردیم، گفتن اسیرا رو از ماشین پیاده کنین، تحویل دسته یکان خواهرها دادن که اینا باهاشون دو تا دورشون وایسن، عکس و فیلم و اسلاید اینا تهیه. عکس شماره 6 چند تا عکس مختلفه، حدود 8 تا عکس مختلفه چسبوندن به هم. یه باید بله، شماره از 7 چون نشون بده 7 یه عکسی هستش که آرم ارتش شیر و خورشید بالاشه و یه خانمی کنار اسرا ایستاده. نه 7 هم یه نوشته ای هست، 7 نوشته ای هست، نوشته برنامه ریزی شده بود اما درگیری دو تن از نیروهای شناسایی. احتمالا این شماره ها وقتی فرستادن، گرچه نه من از 1 تا 10 اجازه بدین این 10 رو نگاه کنم. آره 10 مثل این که نه 10 هم باز همین نوشته عملیات چراغ ارتش چلچراغ ارتش آزادی بخش 9 میشه آقای سلطانی، عکس شماره 9، عکس شماره 9 که حج رفتنه. پس عکس آقای موثقی، من دیر اومدم، اوضاع ردیف عکسای شما به هم ریخته. بله بله.
خب حالا من نگاه میکنم، ولی من اون عکسی که شما میگید یک خانمی با لباس سفید نیست. نه، با آستین سفید. با آستین سفید و کلاه خودی که سرشه، کلاه خودش هم با ستاره سفید. دیدم خانم نسبتاً قدش هم کوتاه هست. بله. حالا دیدم این عکس شماره 10 اون قسمت بالاییش، ولی من حالا همه رو نشون میدم. بله. خیلی ممنون. خواهش میکنم. ببینید سازمان مجاهدین در این عملیات خیلی خودشو دست بالا گرفت و به دولت عراق نشون داد که ما رفتیم دشت مهران رو جارو کردیم، آوردیم تو خاک عراق. حتی یک دونه پوکه اونجا نداشتیم بمونه، همه رو جمع کردیم آوردیم عراق. از تانک و نفربر و پدافند هوایی و تیربارای هوایی که بهش اسمش میگفتن، معروف بود به شیلیکا، که چالولایی بودش که روی زرهی سوار بود، اینا رو آوردن. تانکای چیفتن آوردن، زرهی ها نفر برای اسکورپیان آوردن، نمیدونم نفر برای M113 M577 فرماندهی رو آوردن، دستگاه های بیسیمی بسیار زیادی رو آوردن. یعنی در واقع لشکر زرهی قزوین و با بسیج و سپاه رو ما جارو کردیم، آوردیم تو خاک عراق. من خودم تو اون عملیات بودم. بله. آقای اکبری مینویسه، ایشون هم آلمان هست، مینویسه که خیلی جالبه الان هم خانم مریم عزادانلو قاجار توقع داره با وجود این خیانت ها مردم برایشان فرش قرمز بند کنن. بله. خیلی ممنون. خدا شاهد آقای سوربین، من هنوز که هنوزه دقیقا میتونم بگم 30 سال از این عملیات میگذره، من هنوز تو گوشم صدای اون اسیری میاد که به من میگفت جناب سروان تو رو خدا بذار من برم، لهجه شمالی هم داشت، به من میگفت، ما گرفته بودیمش، میگفت بذار من برم، من زن و بچه دارم. که من بهش گفتم من واقعا متاسفم، من هیچ کاری نمیتونم بکنم، اصلا نمیدونستم خودم کجا هستم، چیکار دارم میکنم، چون اولین بارم بود که تو صحنه جنگ شرکت کرده بودم. بعد ما اسیرا رو آوردیم پشت جبهه، تحویل یگانهای خواهرها دادیم، اینا هم دست به دست رسوندن تا به اصطلاح حجاب دولت عراق، منطقه‌ای که دیگه امن بود، بهش میگفتن حجاب به زبان خودش. اونجا بالاخره یه سری خبرنگار و فیلمبردار دولت عراق اومدن، از اینا فیلمبرداری کردن و عکس برداری کردن و تو تلویزیونهای عراق نشون دادن و تو تلویزیونهای خارجی نشون دادن و اینا رو بردن توی زندانهای سازمان مجاهدین به اسم اسارتگاهاشون نگه داشت. آقای مهدی راستین هم می‌نویسه با این همه خیانت چجور این فرقه تروریستی الان روش میشه بگه ما ایرانی هستیم؟ بله بفرمایید، واقعا سوال خوبیه. بله. سازمان مجاهدین در 30 خرداد 1367 که عملیات چلچراغ رو تموم کرد، برای همین که داخل پرانتز بگم، عملیات چلچراغی که نام میبریم ما، مسعود رجبی با زیرکی خاصی رفته بود خودش رو توی حرم حضرت علی توی نجف زیر چلچراغ بالای حرم ایستاده بود و گفته بود ما عملیات چلچراغ و با استعانت به این چلچراغ، با چلچراغ بالای سر حرم حضرت علی، یعنی بچه هایی که اونجا بودن با من میدونن دقیقا کلمه ای که رجبی به کار بود، گفت با استعانت به چلچراغ حرم حضرت علی عملیات رو در خاک ایران آغاز میکنه. فرمان عملیات رو به خاطر اون چلچراغ داده و اسمش رو چلچراغ گذاشته. دوستایی که از قدیم بودن تو ارتش آزادی بخش میدونن اینو، من اینو اصلا بدون هیچ گونه به قول من رو قلب کردن میگم که این دیگه به قول یارو گفتنی میگن به میخشم برمیده. البته من تا حالا نشنیدم که حضرت علی تو یک جایی باشه که چلچراغ باشه، اصلا چلچراغ اون موقع فکر نمی کنم جایی نصب شده، اینا چیزایی که بعدن آمده. حالا اگه نه، بالای سر حرم حضرت علی موقعی که میرن توی نجف، بالای سر که یه لوستر خیلی بزرگیه که بهش میگن، بهش سازمان گفته بود این چلچراغ، که بهش آرامگاهشون به این لوستر انجام داده. بله. حالا شما عکس همون که مسعود رجبی رفته زیارت و عکسی که بالا سرش هست اسارت داره شما نشون بدید اسیرا رو. بله. ببینید از اون طرف این همه اسیر نیروهای ایرانی رو آوردن توی خاک عراق، از اون طرف هم با حمایت دولت عراق آقای مسعود رجبی
با تعداد زیادی از همین دوم و دلمارچه‌هاش از جمله سید المحدثین و عباس داوری که پشت سرش هستن رفته زیارت خانه خدا. بلافاصله بعدش هم سازمان مجاهدین که دولت ایران بعد از عملیات چل چراغ اعلام آتش بس کرد و اومد به پای میز مذاکره که با دولت عراق قطعنامه 598 رو به امضا برسونه، سازمان مجاهدین اومد با هماهنگی با دولت عراق با صدام حسین چیکار کرد؟ جلوی امضای این توافقنامه رو گرفت. از 3 خرداد تا اول مرداد ماه 67 سازمان مجاهدین چیکار کرد؟ خودشو آماده عملیات همین دروغ جاویدان کرد. تو این عملیات تعداد زیادی از همین اسیرایی که توی عملیات آفتاب و چلچراغ گرفته بودن و اجباراً اینا اومدن پیوستن به سازمان مجاهدین. یه تعدادی هم وایساده بودن گفته بودن الا بلا نمیایم، دم مرد ولشون کرده بودن رفته بودن. سازمان مجاهدین اومد عملیات دروغ جاویدان یا همون فروغ جاویدان رو یا به عبارت ایرانیش مرساد رو انجام داد که با پای پیاده و با ماشین لنکروز و اینا شروع کرد، نیروها رو بردن به سمت کرمانشاه که امروز به کرمانشاه برسه، فردا به همدان و پس فردا به تهران و پایتخت شیر و خورشید خانم مریم رجوی و آقای رجوی هم برسن اونجا و اعلام حکومت صلح و صفا بکنن. از این طرف دولت عراق با دولت ایران در جنگ بود که قطعنامه رو با هم دیگه به امضا برسونن. از اون طرف مجاهدین داشتن آماده می شدن برای به اصطلاح خیز نهایی، عملیات شهاب‌وار، رفتن به پایتخت شیر و خورشید تهران و اعلام حکومت کردن. خب رفتن و تو عملیات شکست خوردن و دولت عراق هم دست از پشتیبانی خودش از سازمان مجاهدین برداشت. نه مجاهدین تونستن به تنگه چهار زبر برسن و نه از این طرف را داشتن که دوباره برگردن بیان تو خاک عراق. بعد از 5 روز با التماس کردنهای مسعود رجعی به صدام حسین مردا رو به عقب باز شد، نیروهای لتوپار شده مجاهدین برگشتن اومدن کجا؟ تو خاک عراق. اون کشته و اون زخمی و اینا که این یه خودش یه بحث خیلی کاملا کشافی داره که من الان اینجا بهش نمیپردازم چون وقت این برنامه اجازه نمیده. بعد از عملیات فروغ جاویدان که برگشتن اومدن تو خاک عراق، سازمان مجاهدین دید که دولت عراق و دولت ایران دارن اسرایی که تو جنگ ایران و عراق به دست حکومت عراق اسیر شده بودن اینا رو میخواد چیکار کنه؟ اینا رو میخواد با دولت ایران تبادل کنه. نیروهای بالای سازمان رو فرستادن توی کجا؟ اسارتگاه‌های دولت عراق، توی موسل، توی کرکوک، توی بصره، الاماره، کوت، اینجا همه اسارتگاه‌های بزرگ اسیرای ایرانی بود. این اسیرا اونجا به دو دسته تقسیم می‌شدن. یک دسته درجه دارا و نیروهای روشنفکری بودن که واقعا خیلی‌هاشون با اون دیدی که از سازمان مجاهدین داشتن میخواستن به سازمان مجاهدین بپیوندن. یک دسته از این اسرا کسایی بودن که به لحاظ صنفی، به لحاظ پوشاک، سیگار، به لحاظ غذا تحت خیلی فشارهای سختی بودن و اینا رو سازمان چیکار میکرد؟ برایشون بوکس بوکس سیگار سومر میبرد، غذا میبرد، لباس میبرد. تو کمپا اینا تلویزیون گذاشته بودن که اینا برنامه های سیمای آزادی رو ببینن و اینا رو یواش یواش جذب ارتش آزادی بخش بکنن. به قول خود رجبی میگو ما این کار کردیم که نیروهایی که مال خودمون بودن رو بیاریم تو ارتش آزادی بخش. خب تعداد زیادی از این اسرا اومدن پیوستن به ارتش آزادی بخش، وارد ارتش آزادی بخش شدن. من همینجا از دوست عزیزمون آقای کرمادو هم که حالا برنامهشون هم امروز منتفی شد، ایشون هم خیلی دوست داشتن صحبت کنن، اجازه میگیرم که بگم
آقای ترمادو اولین اسیر جنگی بود در سال 1359 و اولین نفری بودش که یک نفر مسیحی بود که تو جنگ ایران و عراق خدمت سربازی رفته بود و به اسارت نیروهای عراقی در اومده بود. بله، اجازه بدید من به دوستان بگم ما چند تا مصاحبه با ایشون انجام دادیم و بایگانی اونها هست. ضمناً از کانون آوا خواهش کردم که اگر آقای ادوارد ترمادو میتونن دوشنبه با ما باشن، من دوشنبه اون برنامه فوق‌العاده رو اجرا میکنم تا ایشون هم صحبتاشون انجام بدن، چون جدیدن یه فیلمی هم درست شده از زندگی ایشون. اجازه بدید بله از دوستان تشکر کنم که اینجا هستن. آقای فرهاد زمانیان میگه خدا شاهد آقای سوربی، بچه به دنیا میاد از این بچه که به دنیا میاد از این مجاهدین متنفره. بعد میگه آقای خانلر گرامی اینو از این جهت پرسیدن از مهربان برنامه، چون ایشان تو فرقه ای بودن که علت علیه ملت ایران وارد جنگ شدن. البته من اون سوال رو ندیدم، ببخشید. بعد ایشون سوال میکنه آقای مهدی مگر میشه در جنگ باشی و آدم نکشی؟ ضمناً آقای یوسفی میگن که جناب سوربی در اون عملیات نقش فرقه رجوی بسیار کم بود و هوانیروز و توپخانه عراق بعد از قبول قطعنامه بود و بحث‌های بین نیروها وجود داشت و به خاطر اینکه تعداد اسرای دو طرف برابری کنن ایران دفاعی انجام نداده بود و من خودم در عین خوش بودم. فقط من متوجه نمیشم اگر اون قرارداد صلح بسته شده، حالا ما شنیدیم که بعدش عراق یه جورایی کلک زده و از نیروی مجاهدین استفاده کرده و گفته خب اینا که جزء ما نیستن، به ما مربوط نیست، ولی این آقای یوسفی که میگه نیروهای هوانی روز و توپخانه و اینها، یه جوری اگه میشه بیشتر توضیح بدید آقای موثقی. و اینجا من بازم از ادوارد عزیز پوزش میخوام که به خاطر اینکه من واشنگتن بودم تا رسیدم دیر شد، ایشون با همه زحمتی که کشیده بود آمده بود حاضر شده بود مجبور شدن بره. حالا اگر بتونه دوشنبه باز با ما باشه. ببخشید حرف شما رو قطع کردم. آقای موثقی بفرمایید، اگه بعدم وقت کنید روی فیسبوک به این دوستان پاسخ بدید من از شما ممنون میشم. بله، همونجوری که گفتم، ببینید مجاهدین عملیات چلچراغ که انجام دادن، دولت ایران و دولت عراق اومدن پای پذیرش، یعنی از طرف ایران اون موقع گفتن که خمینی جام زهر رو سر کشید، قطعنامه 598 رو پذیرفت و اومدن با دولت عراق به پای صلح با صدام حسین که چیکار کنن دیگه، به این جنگ ایران و عراق رو به یه نقطه‌ای برسونن که استاپ بخوره. بعدن مجاهدین اومدن چیکار کردن؟ از این فرصت استفاده کردن، خودشون رو آماده کردن برای عملیات مرساد یا همون فروغ جاویدان. تو این فاصله هنوز هیچ امضای صورت نگرفته بود و مجاهدین از دولت عراق میخواستن که صدام پای این امضا نره، یه مقدار این داستان رو کشش بدن تا مجاهدین بتونن از این فرصت استفاده کنن به آخرین عملیات خودشون چیکار کنن برسن. در واقع رجبی همیشه میگفت که فروغ جاویدان بیمه نامه مجاهدین بود، یعنی اگه ما این عملیات رو نمی رفتیم بعدش دیگه هیچ حضوری نه به لحاظ سیاسی، نه به لحاظ تشکیلاتی و نه به لحاظ نظامی در هیچ کجا نداشتیم، یعنی بعدش سازمان بالکل از بین رفته بود. بنابراین تمام قوای خودشو بسیج کرد تا بتونه این عملیات رو انجام بده که اونم نتیجه شد با اون همه کشته و زخمی و تارمار که دولت عراق هم پشتیبانی نکرد. دوستان عزیز، دولت عراق نه به لحاظ زمینی، نه به لحاظ لوجستیکی، نه به لحاظ هوایی مجاهدین رو پشتیبانی نکرد. در واقع مجاهدین رو داد دم توپ دولت ایران که از شر مجاهدین خلاص بشه، که بعد از آتش بسی مجاهدینی در خاک عراق وجود نداشته باشن. در همون زمان نیروهای ارتش ایران با فرماندهی آقای سید شیرازی که کشتنش در محل در دم منزلش توسط سازمان مجاهدین ترور شد در حضور
خانوادهش و بچه هاش. اومدن چیکار کردن؟ نیروهاشون رو کشیدن رو ارتفاعات غرب کشور و اجازه دادن که مجاهدین خوب وارد بشن. مجاهدین زمانی که وارد شدن تو دشت حسن آباد گیر افتادن. تمام نیروهای ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای مردمی دولت ایران روی ارتفاعات بود، هواپیماهاش میومد، نیروهاشون از روی ارتفاعات شلیک میکردن. مجاهدین روی دشت صاف دشت حسن آباد که فیلماش هم هست نشون میدن گیر افتاده بودن، روی یک جاده آسفالت، دو طرف دشت، وسط جاده آسفالت، روبروشون هم ارتفاعات بلند چهارزبر. یعنی مجاهدین اول اومدن خانقین، سر پل ذهاب، قصر شیرین، رفتن به سمت تنگه چهارزبر، دشت حسن آباد، اونجا دیگه گیر افتادن، افتادن تو کمینای سپاه و ارتش و اون کشتهایی که دادن. بعدم که دست از پا دراسته برگشت اومدن تو خاک عراق، جنبندی و نمیدونم انقلاب ایدولوژیک و که شما نمیدونم به لحاظ جنسی درگیر بودید و نمیدونم مردا دنبال زنا بودن، زنا دنبال مردا بودن، مادرها دنبال بچه هاشون بودن، نتونستید شکست خوردید، نرفتید عملیاتو نتونستید انجام بدید. یعنی چیکار کرد؟ همه چی رو سر نیروها ایدئولوژیک خراب کرد. گفت شماها بی عرضه بودید، شماها بند زناتون بودید، زنا بند مرداشون بودن. از اینجا بود که اصلا داستان انقلاب ایدئولوژیک، کلاغ‌های اجباری در درون تشکیلات مجاهدین شکل گرفت. از اون طرف خانواده‌ها رو از هم جدا کردن، مادرها رو از بچه‌ها جدا کردن، بچه‌های شیرخواره رو فرستادن توی اروپا، توی آمریکا. این بچه‌ها معلوم نیست چی شدن، با چه سر و صحابی بزرگ شدن. تحت پوش این بچه‌ها میلیون‌ها دلار و یورو همون زمان به جیب زدن با انجمنایی که درست کردن. این بودش که ارتش آزادی بخش اونجا دیگه به نقطه پایان رسید. من داشتم اشاره میکردم به اسیرایی که سازمان مجاهدین داشت میآورد تو خاک، از اسارتگاه‌های عراقی میآورد توی ارتش آزادی بخش. تعداد زیادی از نیروهای خودش از بین رفته بودن، مجبور بود که دوباره چیکار کنه؟ یه تجدید سازماندهی بکنه که دیگه نیروی از داخل کشورم براش نمیومد، از خارج کشورم دیگه نمیومد. مجبور بود که چیکار کنه؟ تعدادی از این اسرا رو تو اردوگاه بکشه بیاره. باور کنید کامیونایی بودش که غذا درست میکردن میبردن برای این اسارتگاه، لباس میبردن، سیگار میبردن، کفش میبردن. خب اینا یه تعدادی بودن که واقعا دوست داشتن به سازمان مجاهدین بپیوندن. یه رگه های سیاسی، یه رگه های هواداری نسبت سازمان مجاهدین داشتن، ایناشون اصلا هیچ مشکلی نداشتن. یه سری هم بودن که واقعا به لحاظ فشارهای درون اسارتگاه های عراق میخواستن خودشونو هر طوری شده از اینجا خلاص کنن برسونن به سازمان مجاهدین. حالا فکر میکردن که مثلا اگر اسارتگاه های عراقی بیان پیش سازمان مجاهدین همه چی براش پروگلاب میشه. اومدن تو سازمان مجاهدین، سازمان مجاهدین یه طرف میزد تو سر خودش، یه طرف این اسرایی هم که اومده بودن پیوسته بودن به سازمان همشون میگفتن چه غلطی کردیم، از چاله در اومدیم افتادیم تو چاه باطل. مدت یک سال این اسرا تو ارتش آزادی بخش بودن. سال 69 تمام این اسرا چی شدن؟ تعیین و تکلیف شدن. یعنی همشون رو هی جمع کردن، هی بردن دسته دسته پیش رهبری و پیش این و پیش اون، ازشون دعوا گرفتن، هی از اینا کم شد، هی یه تعدادی گفتن نمیخوایم بمونیم، میخوایم بریم. این اسرا تیکه به تیکه از سازمان جدا شدن که حتی سازمان نسبت به همشون زده شده بود. اینو من دوست دارم این بحث آقای ترمادو باز کنه و خیلی خوب توضیح بده واسه دوستان عزیز که بدونن چه بلایی سر همین نیروهایی که از توی اردوگاه عراق اومدن به سازمان مجاهدین پیوستن این سازمان در آورد. چه تهمت ها، چه حرفای رکیکی، چه بی‌حرمتی‌هایی.
هر کدومشون که میخواستن برن خدا شاهده به یک وزاریاتی از تشکیلات جداشون میکردن، دوباره همون کفش اسارت، همون لباس اسارت، همون ماشین پشت بسته که با چادر پشتشون میبستن سوارشون میکردن، اینا رو میبردن با چند تا نفر تفنگ به دست. تو برنامه قبلی شما سوال کردی که آیا سازمان مجاهدین اسیرم میگرفت؟ من میخواستم اینجا به این موضوع بپردازم. سازمان مجاهدین از یه زمانی تمام هدفش این بود که به نیروهای ایرانی حمله کنه، نیروهای ایرانی رو بکشه یا به اسارت بگیره بیاره تو خاک عراق، بعدن این نیروها رو چیکار کنه؟ با مغزشون رو که شستشون میداد اینا رو به دستگاه تشکیلاتی خودش بپیوندونه، در واقع اینا رو بکنی نیروهای مجاهد خلق. هستن تعداد بسیار زیادی از این بچه ها هستن تو همین اروپا امروز، من اسم نمیارم چون اجازه ندارم، دوست دارم خودشون بیان بگن که ما مثلا در فلان عملیات تو سازمان مجاهدین به دست سازمان مجاهدین اسیر شدیم، اومدیم تو اردوگاه سازمان مجاهدین توسط چه کسایی چه صحبتهایی رو ما انجام شده و ما رو دوباره آوردن توی ارتش آزادی بخش. ببینید ما تو عملیات آفتاب سازمان اعلام کرد نزدیک 500 تا اسیر گرفت از ایران، تو عملیات چرچرا ایزن اعلام کرد نزدیک به 800 نفر اسیر گرفت، یه تعدادی رو برگردوندن سمت ایران، یه تعدادی هم برگشتن به سازمان مجاهد. بعد از این داستان ها که تموم شد، شد جنگ کویت و عراق. سازمان مجاهدین مسئولیتش اینجا که میگن ارتش خصوصی اینجا مشخص میشه، سازمان مجاهدین مسئولیتش شد حفاظت از مرزهای کردی و شمالی عراق. دولت عراق با حزب بعثش مشغول عملیات بزرگ بودن برای کویت. ما خودمون تو منطقه کردی بودیم. بعدن اونجا سازمان مجاهدین که بعد از چند ماه که در مخفیگاهی بودش در منطقه کفی، سلیمان بک، توز، دوستان عزیز میدونن که چه روزگاری رو ما اونجا گذروندیم، چه بمبارانی میشد اون مناطق توسط هواپیماهای آمریکایی، مورچه نمیتونست راه بره، همه چیز زیر زمین بود. اومدن چیکار کردن؟ سازمان مجاهدین سریع بلند شد تمام شمال عراق رو به دست گرفت. اون زمان میگفتن با فیلق 3، یعنی با سپاه شماره 3 عراق. منطقه کردی دست ما بود که میگفتن سپاه و ارتش جمهوری اسلامی داره عملیات میکنه، بیاد نیروهای مجاهدین رو جمع کنه ببره. حتی رجوی میگفت اتوبوس آورده بودن اونجا که همه مجاهدین رو جمع کنن ببره. اصلا اونجا سپاهی وجود نداشت، ارتشی وجود نداشت. من خودم تو اون عملیات راننده زرهی بودم. آقای ایسر آزاده فرمانده من بود، فرمانده یکان پیاده مکانیزه بود. همه آدمایی که اونجا کشته شدن و به اسارت در اومدن و اینا کردای خود عراقی یا نیروهای معارضین عراقی بودن که تو ایران بودن برای حکومت عراق. یک چند نفری هم، 3 نفر تو عملیات مروارید اسمش بود، 3 نفر رو سازمان اسیر گرفت به هر به قول خودش جون کندنی که بود. این سه تا پسر بچه جوان ایرانی بوده، 3 نفر اسم نمیارم، یکیشون الان هستش، اگه خواست خودش بیاد بگه چه پروسه‌ای گذرونده. این 3 نفر رو آوردن گفتن آقا ارتش رو دادی وقت 3 تا اسیر گرفته تو عملیات مرواری، یا در واقع همون عملیات کردکشی که خود رجوی فرمان داده بود آقا با زرهی از روشون رد چی، به جنازه هاشون هم رد نشه، هم چیز نکنید، رحم نکنید. تو اون عملیات هم سازمان خودش تعداد زیادی کشته داد، تعداد زیادی کردهای عراقی کشته شدن،
سه نفرم اسیر گرفت، سه تا جوون اون موقع زیر 20 ساله بودن. اسیرایی هم که گرفتم در واقع محور عملیاتی که من در اون بودم به دست این محور عملیاتی به اسارت اومدن. این ستا رو هم آوردن تو قرارگاه اشرف. بعد از یه مدت طولانی دو نفرشون به سازمان مجاهدین پیوستن، یه نفرشون هم گفتن فرستادینش رفت ایران. راست یا دروغش گردن خود رجوی ملعون، من نمیدونم. یکی از شیوه هایی هم که همیشه رجوی میگفت مثلا اسرا پیوستن به سازمان، مثلا مثل همین جشن نیمه شعبان ایران، یه تولد امامی، یه تولد نمیدونم، یه جشنی مال مربوط به یه امامی چیزی، اینم بلند میکرد میگفت که آره در این روز این تعداد اسیر رو رهبر سازمان مجاهدین آقای مسعود رجوی بخشیده، اطلاعیه داده این اسیرا اومدن پیوستن به سازمان مجاهدین، از امروز به بعد دیگه اینا اسیر نیستن، اینا برادران مجاهد شما هستن، عضوهای جدید سازمان مجاهدین هستن. در صورتی که یه سر سوزن به این آدم ها اطمینان نبود، به خدا سلا دستشون به خیلی هاشون نمیداد. انقدر به اینا فشار آوردن که چند تاشون اصلا نیروهای سازمان مجاهدین رو زدن تو مناطق مرزی، فرار کردن رفتن سمت ایران، به پاسگاه ایرانی خودشون معرفی کرد. آقا یه سری رو گفتن اینا چی هن؟ رزمندن، اسیر هن، اسرای پیوستن، اردی هن، اسم گذاشتمش رو اردی، رزمنده های پیوستن. یه سری رو میگفتن کاندید و عضو سازمان رو، یه سری رو میگفتن عضو هن، یه سری رو میگفتن امن، یه سری رو میگفتن ام جدید هن، ام قدید. یه چیزایی اصلا برای خودشون درست کرده بودن اونجا میگفتن، به اصطلاح رده بندی تشکیلاتی میکردن آدم ها. هر اتفاقی هم که میافتاد اول نفر همین اسرایی رو میآوردن زیر تیغ که به سازمان مجاهدین پیوسته بود. آقای موثقی، دوستان همین سوالی رو که من کردم، آقای لطیف زمانی از انگلستان میگن که چه دولتی این همه نیروی به اصطلاح جنگ رو از راجینا از دست میده؟ خب به اصطلاح نیرو از دست دادن که دست خودشون نبوده، یعنی مجبور میشن یه جایی اسیر میشن، گرفتار میشن، نیرو از دست میدن. و دوستان از انجمن زنان که خانم هایی هستن که قبلا در سازمان مجاهدین بودن و برنامه های بسیار خوبی تا حالا درست کردن، چه در مصاحبه ها اینجا چه خودشون، و من ازشون واقعا ممنون هستم، نوشتن که دولت عراق اساسا در هم شکسته بود، توان پشتیبانی از عملیات رجوی را نداشت و این آخرین خیانتش به ایران بود که برگ مجاهدین را هم رو کرد. سیستم دفاعی ایران عملیات خیانتبار رجوی و عراق متجاوز را هم در هم شکست. بعد باز همین دوستان میگن که تمامی مخارج به عهده صدام حسین و دولت عراق بود، چون یکی از دوستان سوال کرده بود این مخارج و اینها رو به اصطلاح از کجا می آوردین، آقای کامران خانلر و دوستان از انجمن زنان پاسخ دادن که من ممنون هستم. و باز دوست دیگه میگه که فروغ جاویدان بیمه سازمان بود، چه تفکر و ختمش خنده‌داری داشتند این مجاهدین. و باز میگن که هر وقت هم شکستی خورده میشد، رجوی با وجودی که خودش مسئول بوده، دوستان اعضا رو به اصطلاح مسئول میدونسته و اونا رو شماتت میکرده و به قول معروف حتی بهشون غور میزده. و خیلی خنده داره، اصلا آدم نمیتونه حدس بزنه که یه نفر خودش رو مسئول و رهبر معرفی کنه ولی جوابگو نباشه. متاسفانه وقتی این فرقه ها درست میشه، یا حتی حکومت های دولتی وقتی که با مذهب و دین قاطی میشن و اینا خودشون نماینده خدا میدونن، به هیچ کس حاضر نیستن پاسخ بدن و میگن تنها کسی که میتونه از من سوال کنه خدا هست، اونم روز موعود نه حالا. بازم ممنونم از شما آقای موثقی، بفرمایید که چند تا موضوع مختلف هست ولی خوشحالم که شما دارید اینها رو یکی یکی باز میکنید و هر وقت هم خواستید بگید اون عکس ها رو باز نشون بدم. بفرمایید. بله ببینید دوستان خوب اشاره میکنن
هیچ موقع رجوی به شخص نیومد، شکستایی رو که در این چند سال باعث و بانیش بوده رو به گردن بگیر. تو خیلی از داستانا هستش، تو خیلی از گفتارا هستش، تو خیلی از مجامع سیاسی، نظامی، تشکیلاتی کشورهای مختلف هستش. هر کسی که یه خطایی کرد، هر کسی که باعث به کشته شدن تعداد بسیار زیادی نیرو شد، حتی آدمای عادی، آقا اومد خودش رو گذاشت وسط محاکمه کرد یا نهایتاً یه تیر زد تو سر خودش رو کشت. ما دیگه از هیتلر بدتر نداشتیم که آقای سوربی داشتیم. نهایتاً هیتلر کار کرد، خودش کشت. البته شایعاتی هست که اون جنازه هیتلر نبوده، حالا تا چه حد بعد بتونن از رو دی ان ای یا اینا ثابت کنن دیگه من پیگیری نکردم، ولی شایعاتی بود که اینجا باز هیتلر به دنیا کلک زده و یه نفر دیگر رو اونجا گذاشته و رفته و در رفته. نمیدونم حالا این تئوری تا چه اندازه درست است. بفرمایید. بله، حالا راست یا دروغ چیزی دیگه نمیدونیم، ولی چیزی که تو فیلم ها هستش و چیزی که تو گفته ها هستش و اینا میگن آقا در نهایت هیتلر با همه اون کارهایی که کردش خودش رو کش، خودش رو محاکمه کرد. حالا آقای رجوی چی کار کرد؟ جانشین فرمانده کل قواش چی کار کرد؟ خانم مریم رجوی هنوز که هنوزه میگه سرنگونی، جنگ تا پیروزی. هنوز داره میگه ارتش آزادی بخش. بابا کدوم ارتش آزادی بخش؟ اینا که دیگه جای بابا بزرگ و ننه بزرگ و عمه بزرگای ما شدن همه. جوون جوونش من بودم و امثال من که تو ارتش آزادی بخش بودم در سال 66 با سن 16 سالگی. حالا 50 سالمه. از من میگه دیگه جنگ در میاد، مبارزه مسلحانه در میاد. الان شما نگاه کن، داریم نزدیک میشیم به 30 خرداد. از الان مجاهدین شروع کردن تو برنامه های سیمای آزادیشون تو فرانسه دوباره ویلدن رو را بندازن، دعوت از نماینده ها با پولای کلان، توی آلبانی دارن تدارک برنامه 30 خرداد رو میبینن، به اصطلاح در داخل کشور هم دارن برنامه 30 خرداد رو تدارک میبینن. نیروها و هسته ها و یکان های ارتش آزادی بخش، دسته های ارتش آزادی بخش، انجمن ها و نمیدونم یکان های تحت امر ارتش آزادی بخش در داخل خاک ایران هم دارن تدارک سازماندهی قیام مسلحانه رو میبینن. از الان دارن شروع میکنن برای تقریبا 50 روز دیگه. شما نگاه کنید، رجوی که نیست، رجوی الان بیش از 15 سال نابود شده، هیچ اثری از آثارش نیست. اقلی میگودن امام زمان غیبت صغرا کرد، غیبت کبرا کرد. این آقای رجوی که دیگه زد رو دست این دوتا غیبت، اصلا دیگه معلوم نیست چی شد، هیچ اثری از آثارش نیست. باز مردم میگن تا انقلاب حضرت قائم نمیدونم هستیم و منتظریم و فلانیم و بساریم و بهمانیم. این چی شد آخه؟ این که اصلا هیچ گردش اسمی نمیبره، فقط الان میگن مریم رجوی. خب میتونیم از دورای فکر مقاومت خانم مریم رجوی ارتش آزادی بخش در آلبانی. از حالا میتونیم دعا کنیم بگیم که حضرت رجوی به ظهورت شتاب کن. فردا اینجا اینا جلسه دارن، اتفاقا من تو برنامه خودم میخوام بگم و از بس خجالت میکشن خودشون با اسم مجاهدین، آمدن یه سازمان قلابی درست کردن به نام انجمنهای ایرانیان مقیم آمریکا. بله. و خجالت آوره که آقای ترشیزی میدونه که اینا مجاهدن ولی تبلیغ میکنه که مردم رو که نمیدونن جمع کنن عکس بگیرن. مردم مواظب باشید جایی که میخواین برید، ببینید چیه، چه کسی عکستون رو میگیره، اسمتون رو کجا مینویسن جزو نیروهای خودشون،
فردا براتون دردسر درست نشه، اونم تو آمریکایی که الان اینجوری شما ساده زندگی رو میکنی، معمولی زندگی میکنی، هزار تا مشکل برات پیش میاد. حالا دیگه یه دفعه عکس هم یه جایی بیاد بیرون که فردا دوباره بشن تروریست، یا آمریکا به اصطلاح بخواد یه انگی دوباره برای اینا سوار کنه. بله بفرمایید. بله الان شما نگاه کنید برنامه های سیمای آزادی رو، این تلویزیون، این فرقه تروریستی شروع کرده از عملیات های پارتیزانی، از عملیات آفتاب چرچراغ داره میاد یواش یواش به عملیات های همون ماه خرداد، قیام مسلحانه در داخل ایران و نهایتا برسوندش به برنامه مجاهدین در ویلپن پاریس که به فرمان مسعود رجبی مبارزه مسلحانه را از سال 1360 تا به امروز اینا دارن پرچمداری میکنن. آقای سوربی من اصلا خودم به شخصه که توی این مجاهدین موندم هر سال که این برنامه ها رو نگاه میکنم میبینم اینا یه جوری دیگه این برنامه رو پخش میکنن. یعنی واقعا این دستگاه تبلیغاتی این فرقه اینقدر ساعتها و روزها رو این برنامه ها کار میکنه که هر طور شده این برنامه رو یه طوری جلوه بده، پخش کنه که این برنامه یه تازگی، یه چیز نوینی باشه واسه مردم. حالا همون تعداد انگشت شماری که میبینن به حساب خودشون بیش از 40 میلیون مردم تو ایران دارن سیمای آزادی رو میبینن که 40,000 نفر هم نمیبینن. دو تا از این شبکه های ماهواره‌ای ترکی که تو ایران قطع میشه مردم سر صداشون در میاد. بعد اینا مدعی هستن که مردم نشستن از صبح تا شب برنامه سیمای آزادی رو میبینن. آخه مگه مردم وقت اضافه دارن که بشینن یه چرت و پرتای سازمان مجاهدین گوش کنن؟ آقای موثقی از شما پرسن شما به چه نتیجه رسیدید و در چه شرایطی سازمان را ترک کردید؟ واسه سوال خیلی خوبی آقای سوالی. ببینید انقدر سازمان مجاهدین دروغ بود، انقدر تبعیض بود که اون شعاری که اولش گذاشته بودن سلوحه سازمان مجاهدین فدا و صداقت جامعه بی طبقه توحیدی، من خودم به شخصه هیچ کدوم از این ستا رو ندید. خب آقا بذارید آفتاب آمد دلیل آفتاب. دوستان از انجمن زنان میگن آقای موثقی به علت مخالفت با رجوی و اینکه شخصا جلوی رجوی با شهامت انتقاد کرد شکنجه و زندانی شد، بعد به ابوغرایب و کمپ عراقی فرستادن. ایشان در مصاحبه قبلیشون هم مفصلا گفتن. من بازم از شماها ممنونم، همین که شما میشینی و یادت میاد که یه ایرانی اسیر گرفتی و اون روز بهت گفته بذار من برم پهلو زن و بچه‌م، شما میگی من نمیدونم. من میدونم اینا شب میاد سراغت فکر میکنی. حالا دوستان میگن خب آقا کسی رو هم کشتی شما قرار نیست پاسخ بدید. کسی که میره جنگ سربازا رو نمیارن تو دادگاه بگن اینا آدم کشتن. رهبران رو میارن، مسئولین رو میارن. هیچ وقت یکی نمیاد بگه این سرباز یه نفر رو کشت، این گروبان دو نفر رو کشت. رهبرا رو میارن میگن این فرمانده فلان نیرو 500,000 تا رو کشت. من دوستان خودتون رو جای اینا بذارید. اینا نرفتن، ببخشید اینو میگم، نرفتن توی سوراخ قایم بشن، حالا یه حقوقی هم از UN یه مبلغ بخور نمیر میگیرن. اون روز این آقا دستش رو به من نشون داد، من اینجا دلم کباب شد که در نونوایی کار میکنه دستش میسوزه گرما، بعدم میدوه میاد برسه اینجا برای من و شما بگه که بچه های من و شما، برادر من و شما گول اینا رو نخورن. اگه توی فرودگاهی گیر افتادن، توی یک کشوری افتادن، گفتن بیا ما میبریم جزء این سازمان باشه میبریم اروپا، این میگه نرید. یه کمی این بازجویی رو ما کنار بذاریم و بیایم فقط به قصه های دل اینها گوش بدیم، بعد با خودمون فکر کنیم که
جوونیش رو 16 سالگی به جایی که بره تابستون بگرده و با خانواده بره ییلاق و نمیدونم بره دریا، رفته تو اون صحرای کربلا و صحرای گرم اشرف، امروز 50 سالشه. در صورت ممنونم از شما آقای موسوی. من همیشه گفتم شماها و اون ارتشیایی که تا زنده هستن میان خاطراتشون رو میگن، یک اصلا ما یک دینی بهشون بدهکاریم که من هنوز نمیدونم ما این دین رو چجوری پرداخت کنیم، فقط شاید با تشکر. من بازم از شما ممنونم. بفرمایید. خیلی ممنونم از شما آقای سربی. بله ببینید، همون که خودتون گفتی، فرمانده فرمان میده، تحت امرش اطاعت میکنه، اطاعت نکنه خودش در قدم اول کشته میشه. این ماله. ببینید داستان جدایی من، همینطوری که گفتم، من چندین بار تو سازمان مجاهدین خواستم جدا بشم به دلایل مختلف، از جمله این که خب من یکی از عزیزترین کسام تو عملیات فروغ جاویدان یا همون دروغ جاویدان کشته شده، جایی من کشته شده، تعداد 4 نفر از اعضای خانواده من در واقع همون جا بودن، همسر دایم بود، خواهرش بود، دختر خالش بود، نمیدونم شوهر خواهرش بود، اینا همه اونجا بودیم. اولا یه جایی مانع بود، خجالت بود، یه جایی خون جلو چش آدم بود، یه جایی آدم دروغای سازمان مجاهدین میدید، کلاهبرداری‌های شرعی و غیر شرعی رجبی رو میدید. اگرم میگفتی میخوام جدا بشم، اولا توی جمع کوتاهی تو رو مورد ضرب و شتم و نمیدونم مزدور مزدور و اطلاعاتی و سپاهی و اینا میکردن و نوچه خمینی میکردن و نوچه نمیدونم کی میکردن و کی میکردن، یه چیزایی بهت میچسبونن که اصلا میگفتی آقا ببخشید ببخشید من غلط کردم که گفتم میخوام از این سازمان مجاهدین جدا شم. آقای موثق، بازم من از شما عذر میخوام، حرف شما رو قطع کردم. بذارید من درباره شستشوی مغزی و قدرت دروغ براتون بگم. این روی اینترنت هست، میتونید ببینید. در زمان انتخابات، به اصطلاح رقابت انتخاباتی بین خانم کلینتون و ترامپ که من از هیچ کدومشون دل خوشی ندارم، آمدن شایعه درست کردن که حالا بعد معلوم شده اصلا روسیه پشتش بوده و این ماجرای فیسبوک و اینها، شایعه درست کردن که یک پیتزا فروشی در واشنگتن بچه ها رو می دزده و آزار جنسی و آزار فلان و اینها. یک جوونی تحت به اصطلاح تأثیر این شایعات اسلحه برداشت، از یه شهر دیگه 4 ساعت رانندگی کرد، خوشبختانه وقتی اومد اینجا کسی رو نکشت. ولی من میخوام به دوستان بگم اگه این آقا زده بود 20 نفر رو که تو اونجا نشسته بودن میخواستن یه پیتزای 5 دلاری بخورن، زده بود کشته بود، به نظر شما این جوون احساساتی که فکر کرده حالا فرمان به آتش، میگن آتش به اختیار، و میخواسته عدل و عدالت جاری کنه، این گناهکاره یا اون پدر سوخته‌ای که این اخبار دروغ رو شایع کرد و فرستاده و رو مغز اینها اثر گذاشته؟ ببخشید من این، چون شما گفتید چیزایی به ما میگفتن که تحت تاثیر قرار میگرفتیم یا حتی گاهی خون چشم آدم جلو آدم میگرفت، من این داستان یادم اومد گفتم بگم. آقای اعظمی میگه حرف امیر کاملا درست است. بعد دوستان باز روی فیسبوک، هم روی فیسبوک مردم تیوی و هم روی فیسبوک شخصی خود من دارن صحبتهایی میکنن، مینویسن. از یکایکشون ممنونم و بعدم اگه شما لطف کنید بعد از اینکه یه مقدار خستگیتون رو در کردید و یه چای خوردید، این دوستان رو پاسخ بدید، من ممنون میشم. بفرمایید. بله ببینید، سوال این بود که من چطوری از سازمان مجاهدین جدا، خب خیلی سخت بود که از سازمان مجاهدین جدا بشم. این نقطه پایانی جدایی من از سازمان مجاهدین 11 سپتامبر 2001 بود، زمانی که دو برج دوقلوی آمریکا توسط نیروهای بن لادن مورد اصابت هواپیما قرار گرفت و منفجر شد. رجبی خودش اومد تو اون سرفصل تو سازمان مجاهدین نشست گذاشت با نیروها، گفت آقا هرکی میخواد بمونه، هرکی نمیخواد بره، در بازه. اینجا حسینی هست، منم امام حسینم، چراغارم خاموش کردم، هرکی میخواد بره بره. ما که دیگه واقعا تو تشکیلات مجاهدین
نه به اینجا بلکه به چند وجب بالاتر از فرق سر رسیده بود، رفتیم مسئول رو گفتیم میخواییم بریم، نمیخواییم بمونیم پیش شما. همین خانم مژگان پارسایی که امروز تو آلبانی هستش، خیلی بیادبانه به من گفتش که تو فلان خوردی. من از بینندگان معذرت میخوام، چون واقعا مسئولین زن تو تشکیلات مجاهدین، اونایی که خیلی رده بالا بودن، بیادبترین زنا بودن. برادرهای مسئولشون که دیگه جای خود، چه حرفایی میزدن و چه کارهایی که میخواستن با آدمهایی که میخواستن جدا بشن بکن. خب اگر جرأت داری برو به خود صاحب عله یعنی مسعود رجوی بگو من میخوام از تشکیلات مجاهدین برم بیرون. گفتم میگم، هیچ مشکلی ندارم، من نمیمونم تو سازمان. گفتن اگر میتونی برو به خودش بگو. گفتیم باش. مسعود رجوی جلسه گذاشت، نشست 3000 نفری تشکیلات سازمان گذاشت که به اصطلاح با مجاهدین همه تعیین تکلیف کنه، آقا هر کی میخواد بمونه، هر کی نمیخواد بره خوش اومد. دوستان عزیز میدونن، شاهدن، خودشون بگن، من اسم نمیارم. ما رو بردن با چند نفر موافق از این پستای بازرسیه که ورود به سالن رجوی بود رد کردن و بردن و جلوی جلو هم نشوندن پشت سر شورای رهبری سازمان مجاهدین. دو سه تا ردیف من با سنی که رجوی نشسته بود فاصله داشت. بعد از مدت زمانی که به اصطلاح رجوی اومدش و کف و سوت و دست و شعار و اینا که تموم شد، نشست رجوی سر جا شروع کرد به قرآن خوندن و آیه خوندن و کذب و ریا و دروغ برای اهل بیت خودش به اصطلاح، یهو اومد دستش گذاشت رو سینه‌اش، گفت هر کس نمیخواد بمونه بلندش بره بیرون. خدا شاهده این واقعیتی که دارم میگم، من بلند شدم رفتم که برم بیرون. از بس که از تو تشکیلات به قول معروف گفتن یا خودشون، من شقاقلوسشون بودم، رومیزشون بودم. گفت کجا میری امیر؟ دوستان میدونن، بچه های که با من بودن میدونن، این واقعیت دارم میدونم. دست رو ملنگ دارم، گفتم میخوام برم بیرون. گفت کجا میری امیر؟ گفتم میخوام برم، نمیخوام بمونم. گفتم تو زور میگی و نیروها رو داری به زور اینجا نگر میداری، تو چرا به کسی که نمیخواد تو تشکیلاتت بمونه بعد از 15 سال، بعد از 20 سال، بعد از 25 سال، بعد از 30 سال طرف میخواد جدا بشه بهش میگی یه راه جدایی بیشتر نداریم، لب مرز میفرستیمت بری ایران. این آقای رجوی هم خیلی وقیانه دستش گذاشت رو سینش، گفت بله من زور میگم. شروع کردن تو اون جلسه به ما فوش و داد و بیداد و خائن و مزدور و از این پرت و پلا گفتن. یه سری همون جلو که چند نفرشون هم سقط شدن تو همین فرانسه به خاک سپرده شدن در واقع که بعد ببرنشون تو ایران خاکیشون کنن، بلند شدن اون جلو گفتم که این خائنه، این مزدوره، این پاسدار خمینیه، این اصلا خود خمینیه که اومده جلو رهبر مجاهدین وایستاده. دیگه اونجا ما بازیم آقا نمیخواییم بمونیم، میخواییم بریم. خلاصه با زور و با فلان و با سیخک زدن و با کاغذ زدن حالا باش و بعد میریم بیرون تنگ تکیف میکنیم و علم میکنیم و بل میکنیم. و یعنی وقتی اینجوری میشه یک کسایی رو میفرستن که با شما صحبت کنن بلکه شما رو منصرف کنن، نه؟ بله بله دقیقا. خب اجازه بدید که یکی از کسایی که با شما بوده به نام آقای بهمن اعظمی میگن که حرف شما درسته، من سالها با امیر بودم
و شاهد این موضوع بودم. ممنونم. ولی یه سوالی، یک آقای به نام علی مالک سوالی میکنن که من حقیقت متوجه نمیشم. ایشون میگه آقای صوربی عزیز، ممکن است از مهمانتان در مورد پسر عموی من کامبیز محمود ملک مرزبان بپرسید آیا ایشون اطلاعی داره یا نه؟ جالب اینجاست که خود ایشون نشته خبر آخر آن است که در اوائل انقلاب به وسیله رژیم فعلی کشته شد. خب ما میدونیم که آخوندا خیلی ها رو که دارای شغل و منصبی بودن بردن پشت بام و اعدام کردن، بعد خیلی ها هم به خاطر همین حملاتی که مجاهدین انجام دادن، بند خدایی که جرمشون تو دادگاه به اصطلاح گفتن 2 سال زندان، 5 سال زندان، 10 سال زندان، اینا رو ناحق کشتن و به همین دلیل آقای منتظری حتی از اون ولایت فقیه چشم پوشید و وایساد با حقیقت و گفت این کاری که شما کردید درست نبوده. ولی من نمیدونم حالا اگه ایشون بدونه یا نه، چرا مثلا پسرعموی شما جز مجاهدین بوده و اگر بوده که تازه آقای به اصطلاح موثقی بعدن رفته پاکستان و رفته عراق و اون اوائل انقلاب. شما اوائل انقلاب چند سالتون بوده آقای موثقی؟ من اوائل انقلاب فکر میکنم 9 سالم بوده. خب اصلا من بله. کلاس 5 ابتدایی بودم، یعنی بین 4 و 5 ابتدایی بودم که حکومت شاه داشت سرنگون. بله ببینید دوست عزیز، آقای مالک مرزبان، شما اسامی زیادی، کتابای زیادی نوشته شده، حتی یه آقایی بود اینجا پروفسور انصاری اسم 30,000 نفر، بعد یه عده آمدن گفتن این دیگه خیلی عوضی و بیخود نوشته 3,000 نفر، یکی گفت 13,000 نفر. ویدیوهای زیادی هست که حتی بعضی ها رو صدا زدن گفتن ببریم، بردن تا اونجا برگردوندن، اونا اومدن الان خاطراتشون رو میگن. آقای موثقی خسته شده میبینم، جا به جا میشه دوربین رو هم یکم برد بالا و بله در صورت ممنونم از شما، اگر بازم صحبتی دارید بفرمایید و از قول من آقای موثقی حتما از ادوارد تشکر کنید و بگید که من با کانون آوا هم صحبت کردم، اگر بشه دوشنبه با ایشون خواهیم بود تا جبران این به اصطلاح دیر آمدن من بشه. بفرمایید با شما هست. بله حتما. ایشون البته تو محل کارشون دارن الان برنامه رو دنبال میکنن، حتما خودشون میشنون، حتما به شما پاسخ خواهم داد، منم حتما پیگیر خواهم شما از ایشون. خواهش میکنم که روز دوشنبه در برنامه شرکت کنم. بعد ما از این آقای رجبی گفتیم که دیگه نمیخوایم بمونیم، گفتش که باش. با توپا تشرهایی که از گوشه و کنار و چپ و راست و جلو و عقب اومد نشستیم سر جامون تا این جلسه تموم شد، رفتیم توی یک جلسه دیگه به اسم نشست قرارگاه. اون موقع مسئول قرارگاه ما مژگان پارسایی. گفتن که میخوای چیکار کنی؟ گفتم من نمیخوام بمونم، میخوام برم. مگه نمیگید چرا آقا رو خاموش کردم؟ من نه عملیات جاری رو قبول دارم، نه غسل هفتگی رو قبول دارم، نه غسل میت رو قبول دارم، نه نماز شما رو قبول دارم، نه آیات شما رو قبول دارم، نمیخوام بمونم، میخوام برم. خدا شاهد، آقای صوربی ما رو آوردن بین 1,000 نفر چرخوندن. این آقای بهمن اعظمی که حالا خودش اسم آورد خوب کار بکرد، خودش شاهد صحنه. امیدوارم که بتونه یه روزی این صحنه رو آقای بهمن اعظمی، عادل اعظمی، آقای دوست عزیزشون سعدالله سیفی، دقیقاً شاهد شکنجه بوده. بله آقا ما رو چرخوندن توی 1,000 نفر آدم، 2 تا دستای ما رو گرفته بودن چرخونده بودن، سینه ما رو داده بودن سر ما رو جلو، ملت رو ما توف کنن. شاید کسی نتونه اینجاش این حرف رو بگنجونه. آقا تو مناسبات مجاهدین با یه عضوی که 15 سال تو تشکیلاتشون بوده چی کار میکنن که این بابا میخواد بره دنبال زندگیش؟ آقا قبول نداره. یعنی یه کاری کردن که از 10 تا تیر خلاص دادن تو این مخ من، این کارشون سنگینی تر بود.
لباس منو پاره کردن، رو من توف کردن، کتکم زدن، مش، لگد، هر کاری که میخواستم کردن. شاهدهای زندش هستن، میتونن گواهی بدن. منم گفتم حالا که اینجوری شد الا و بلا میرم نمیمونم، حتی میرم پابوس حرم خمینی، و اون زمان آقای خاتمی بود، گفتم میرم دست آقای خاتمی رو میبوسم، میرم حرم خمینی سجده میکنم، ولی به رجبی توف میکنم. یک سال تموم تو قرارگاه اشرف زندان انفرادی بودم. شبا می آمدن پشت اتاقم تیربار با کلاشینکوف رگبار شلیک می کردن، سگ می آوردن، خواب بودم می آمدن تو اتاقم می رفتن، غذا بهم نمی دادن، نون خشک بهم می دادن، سنگ می ریختن تو غذا. اون خدای بالا سر شاهده، اگه هر کس بهش یه سر سودان اعتقاد داشته باشه. بعد از یک سال خانومی که مسئول خروجی سازمان مجاهدین بود که سقط شد، ما رو چیکار کرد؟ تحویل افسر زندان ابو غریب داد به نام افسری به نام آقای ابو سیف. به ما گفتن شما رو دارن میبرن لب مرز، بفرستنتون برید ایران. این خانومه اسمش کی بوده؟ این خانومه اسمش کی بوده که میگید فوت شده؟ این خانومه دقیق الان خدایی یادم نیست، ولی اسم چیزی هم داشت، مردش تو سازمان مجاهدین مرد، اسمش بله. یکی از این مسئولین به اصطلاح اعضای شورای رهبری بالای سازمان مجاهدین هم بود. آقای موثقی، یه خبری رو آقای احسان بیدی ارسال کردم، میخوام از شما بپرسم شما هم همچین چیزی رو شنیدید یا نه. ایشون میگه که در گزارشی مفصل اقدامات مخرب فرقه تروریستی رجوی در آلبانی مجازات سرکردگان این فرقه را در مجموع حداقل 18 سال زندان دانست. به گزارش شما همچین چیزی رو متوجه شدید؟ یعنی شکایت؟ بله، بعد که من رفتم تو زندان ابوقریب متوجه شدم که هر کس که با سازمان مجاهدین مخالفت میکرده یک سری مارکا به این میچسبوندن، که این مارکا تو حکومت عراق 20 سال، دقیقاً 20 سال محکومیتش بوده. اصلی ترین مارکی هم که رجبی میزد به این آدما جاسوس جمهوری اسلامی بوده تو خاک عراق. یکی هم ورود غیرقانونی به خاک عراق، نه؟ ورود غیرقانونی جرم بوده، جاسوس جرم بوده، اینا سنگین ترین جرم بوده. البته آقای بیدی در رابطه با جرم رهبران سازمان مجاهدین گویا دادگاهی، حالا اگر بعدن خودشون وقت کنن، چون مقاله‌ای که نوشتن طولانی است، میگن که بر اساس ماده 230 قانون جنایی جمهوری آلبانی اصلاح شده به موجب خب قانون‌ها و تفسیرها و اینا، مثل که یک دادگاهی چیزی هست. این رو بعدن من میخوام از کانون آوا که بیان توضیح بدن، چون من شنیدم یکی شکنجه یکی کشتار اینا چیز نداره، به اصطلاح زمان نداره که بگن شما رو 5 سال پیش شکنجه کردن بعد دیر اومدی دادگاه دیگه شکایت تو قبول نمی کنیم. این دوتا رو میگن مثل که همیشه میتونید شکایت کنید، شاید شکایتی انجام شده، چون ایشون میگه سران رو به مینیموم و حداقل 18 سال، یعنی حالا حد اکثرش ممکنه چی میگن زندان ابد باشه. در صورت بازم من ممنونم از شما، بازم اگه موضوعاتی هست که میخواین بگید ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بله، بعد از این مراحلی که من گذروندم، ما رو تحویل افسر عراقی دادن، گفتن شما رو میبرن مرز، تحویل ژاندارمری های جمهوری اسلامی میدن، برید ایران، برید دنبال زندگی. ما گفتیم باش، حالا ما رو میخوان بفرستن سوار ماشینشیم بریم، میگن بیا امضا کن، پول گرفتی نمیدونم 1000 دلار، وسایل شخصی گرفتی اینقدر، لباس گرفتی، کفش گرفتی، ساعت گرفتی، این گرفتی، این گرفتی، این همه رو امضا کن. گفتم بابا نمیخوام امضا کنم. گفتن الا بلا باید امضا کنی، امضا نکنی فلان میکنیم، به امان میکنیم. باش امضا کن.
تحویل افسر عراقی دادن، سوار ماشینو میکردن. من خودم چون خیلی تو اتوبانای بغداد رانندگی کرده بودم میدونستم، دیدم اینا به سمت مرز ایران نمیرن، دارن میرن به سمت بغداد، یعنی داشت میرن به سمت قرارگاه سازمان مجاهدین که اسمش باقرزاده بود و زندان ابو غریب دقیقا نزدیک همون اتوبانی بودش که میرن به سمت قرارگاه باقرزاده. از یه نقطه ای افسر عراقی ما دستای ما رو از پشت دستبند زد، تو جیب لنکروز نشسته بودیم، درهای جیب لنکروز هم قفل کرد که دیگه از داخل باز نشه، درهای عقب جیب لنکروز رو قفل کرد از داخل که دیگه رو به بیرون باز نشه، صاف رفت تو زندان ابو غریب. همونجا ما رو تحویل زندان ابو غریب دادن، گفتن حالا فعلا اینجا هستید مهمون زندان ابو غریب، شما امانت‌های سازمان مجاهدین هستید در زندان ابو غریب. ما اومدیم تو زندان ابو غریب، مثلا شنیده بودیم 2 سال 3 سال 5 سال پیش چند تا از این بچه‌ها جدا شدن از سازمان، گفتن اینا رفتن دنبال زندگی‌هاشون. رفتیم دیدیم بیش از 130 نفر اعضای جدا شده سازمان مجاهدین تو زندان ابو غریب عراق هستن. کسایی که شما فکر میکردین رفتن دنبال زندگیشون، کسایی که ما فکر میکردیم اینا رفتن دنبال زندگیشون. آهان، این آقای اعظمی میگه اون خانم اسمش گیتی هست، اون خانم گیتی فکر کنم اون نه بله. اون خانم اسمش گیتی نبود، اون یه اسم دیگه داشت، ولی خیلی جالبه من شنیدم جای سالک داشت. بله. یه جای سالک داشت، بعدا در اثر سرطان من خیلی شنیدم این خانم ها خیلی به اصطلاح عصبانی تر و بدرفتارتر از چی بودن، حتی یکیشون خیلی معروف فامیلشو من میدونم، خانم میدون شاهی یا این مثل که یکی از مقامای بالار هم داشته، ولی میگن از مردا به اصطلاح لادتر و بددهنتر و اینها بوده. بله بله داشتن، از اینجور زنا زیاد داشتن. بله. بعد ما رو تحویل زندان ابو غریب دادن، این آدم ها رو دیدیم گفتیم ای بابا سازمان مجاهدین که میگفت گر بازه آقا، هر کی میخواد بره بره دنبال زندگی، چراغا خاموشه بره، خدا شاهده اینا شده بودن عین این اتیوپیا، لاغر موها ریخته. آقا تو زندان ابو غریب غذا نمیدادن که، روزی یه لیوان آب عدس میدادن، خیلی هنر میکردن، دو تا سمون عراقی میدادن که به دیوار میزدی این سمونه هیچ چیش نمیشد، نون عراقی یا یه لیوان برنج میدادن. گرما خیلی خیلی خوب دیگه داشتن میرسیدن این آخرای حکومت صدام، یه دونه مرغ میدادن برای 8 نفر. ما خودمون تو اتاقی که بودیم خدا شاهده گفتیم آقا هر بار که مرغ دادن یک بارشو 4 نفر بخورن، یک بارش بعدیشو 4 نفر دیگه بود. یه ده آباد بهتر از 100 تا ده خراب هست. آقای موثقی، ما کم کم به پایان وقتمون نزدیک میشیم، قرار هست که با آقای امیر حسین لادن صحبت کنم، ولی هم از شما هم از ادوارد عزیز میخوام که اگر خواستید دوشنبه اون 2 ساعت امروز رو باز به اصطلاح با هم باشیم، یا اگر شما دیگه لازم نمیدونید با ادوار باشید، و من از اینکه شما نشستی، چون من نوشته بودم به دوستان که من در واشنگتن هستم و دارم میام، اونها به شما خبر دادن و نشستید صبر کردید، من از صبر شما هم ممنون و متشکرم. آخر هفته خوبی برات آرزو میکنم، بازم اگر صحبتی داری لطف کن تو 1-2 دقیقه برای دوستان بگو. خواهش میکنم، بسیار بسیار متشکر هستم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید، همچنین از دوستان عزیزی که این بحث رو با من همراهی کردن، خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم. شما هم روز خوبی داشته باشید انشاءالله. خیلی هم ممنون که بازم تونستید خودتون رو برسونید و این حرفای ما رو به گوش این به اصطلاح دوستان عزیز برسونید، حالا چه مخالف چه موافق.
ما مثل سازمان مجاهدین نیستیم بگیم نه الا بلا شمشیر حرف ماست، نه ما حرف اونو میزنیم. آقا هر کی دوست داشت میپسنده، هر کی هم هر چی دوست داشت باز به ما بگه. ما تو سری خورده رجبی هستیم، ما توف شده رو ما کتک زدن، ولی بازم سرمون بالاست، جلوی مردممون میستیم، میگیم آقا ما این گناه ها رو مرتکب شدیم، ما این خطه ها رو مرتکب شدیم، تو جنگش بودیم، تو کشتارش بودیم، تو نمیدونم اسارتش بودیم، تو نمیدونم زندانهای سازمان بودیم. بارم از شما ممنونم، انشالله که بتونم دوشنبه شما رو همیاری کنم، ولی قول 100% نمیدم. بسیار ممنونم ازت، آخر هفته خوبی داشته باشی، امیدوارم در برنامه آینده خبرهای خوب و خوشی رو با دوستان در میون بذارید، و من باز هم ممنونم که این قصه پرقصه زندگیتون رو با ما شریک شدید و ما رو در جریان ماجراهایی که اونجا گذشته قرار دادید. مرسی آقا. باید شکرشون. خیلی ممنون. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. دوستان عزیز، همون جوری که آقای موثقی گفت ما مثل سازمان مجاهدین نیستیم که خودمون بگیم و بگیم همین حرف هست و بس. از اولی که این دوستان شروع کردن سوالات شما رو با جون و دل پاسخ دادن، نظرات شما رو هر قدم ببخشید خودخواهانه و توهین‌آمیز بوده شنیدن، و من از اینا ممنونم که اینقدر تحمل دارن تا یک صفحه سیاه تاریخ ایران رو اینجوری باز کنن تا شما و من بفهمید که چرا این سازمان بعد از 50 سال امروز نمیتونه یه جایی 500 نفر رو دور هم جمع کنه. بازم ممنون و متشکرم. برنامه ها رو پی میگیریم و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و ضمناً آقای احسان بیدی میگه این خبر در روزنامه های آلبانی منتشر شده که اسم آن رو هم گفتن، اگه لینکش رو برای دوستان بذارید خیلی بهتره. بازم ممنونم آقای بیدی که شما هم با ما بودید. همه این دوستان قبلا مهمان برنامه بودن، ویدیوهاشون موجوده. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و آیندهی خوشتر، بهتر، شادتر.